سلام بچه ها، چطورید؟ به قسمت دوم سفر آهار بهارم خوش اومدید. این سفر حدود 2 روز پیاده روی، کوهنوردی، ترکینگ داره و تا حدودی سنگینه به خاطر اینکه خودمون داریم کوله ها رو حمل میکنیم. اینجور سفرها زیاد اجرا میشه ولی اکثرا سایپا حمل میکنه، ولی اینجا به خاطر بارندگی زیاد نتونستیم سایپا پیدا کنیم، پس کوله ها رو خودمون حمل کردیم. کوله ها هم به نسبت سنگینن به خاطر اینکه 9 وعده غذایی، 3 تا صبحونه، 3 تا نهار، 3 تا شام تو کوله هامونه، کنسرو و اینجور چیزها، به اضافه اینکه چادر خودش خیلی سنگینه. یه چیزی که خیلی سواله، برای خودم هم اکثرا سوال میشه، توی اینجور برنامه های طولانی آدم چه غذاهایی میتونه بیاره، چه وعده های غذایی؟ واقعا فکر آدم کار نمیکنه توی برنامه های کمپی میتونه چیا ببره. چرا؟ چون که فرصت نیست آشپزی کنی تا بخوای گازتو در بیاری و نمیدونم قابلمه و این چیزایی که قرار آشپزی کنی کلا وقت گیره، مخصوصا تو ارتفاعات. خب آب دیر جوش میاد و مجبوری که مدت طولانی تر منتظر بمونی تا مثلا یه سوپ درست کنی، حتی سوپ آماده. واسه همین یکمی سخت انتخاب غذا برای برنامه های ترکینگ و کوهنوردی و اینجور برنامه های یکم سخت. داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که چیا میتونیم ببریم برای برنامه ترکینگ. این خیلی مهمه که هم وزن کمتر داشته باشه، هم جای کمتری بگیره. این جای کمتر هم خیلی مهمه ها، چون شما عملا یه کوله 60 لیتری حداقل باید برای برنامه 2 روزه ببرید و طوری تنظیم کنی که همه چیزتون اون تو یعنی همه چیزتون جا بشه توی اون کوله، وسایل کمپتون، لباسای مناسبتون، لباسای گرم برای شبمانی خیلی مناسب کمرتون باشه، به هر حال پانچو، بادگیر و چیزای دیگه که حالا این خودش مفصله چون باید کیت کمک‌های اولیه همراهتون باشه، داروهای مورد نیازتون همراهتون باشه. این همش یه بحث مجزاست که انشالله توی ویدیوی دیگه براتون همه رو فیلم میگیرم و میذارم. من اکثرا سعی میکنم که غذاهای کنسروی خیلی کم ببرم، حداقل چند تا دونه بیشتر نمیبرم برای روزهای آخر بمونه اون غذاهای کنسروی، چون ماندگاریش زیادتره. برای روزهای اول میتونین چیزایی ببرین که توش گوشت نباشه، غذاهای گیاهی به نظر من بهتر جواب میدن. میتونین حتی لقمش کنین که جای کمتری میگیره. من برای روز اول کوکو سبزی بردم، البته کوکو سبزی خودش تخم مرغ داره و ممکنه فاسد بشه، ولی خب کلان چون دما کم بود اونجا و کلان سرد بود اوکی بودم و هم برای نهار همونو خوردم هم برای شام. البته من همیشه اینو میگم که توی برنامه های کمپی، چون همیشه که شما تو برنامه کمپی نیستین، به خاطر همین بهتره سخت نگیرین. یعنی ممکنه اصلا یه نفر برای نهار همون چیزای صبحونه رو بخوره، مثلا کره بادوم زمینی و نون یا حتی نون پنیر، به نظرم خیلی سالم تر از چیزای چرب یا چیزایی که توش گوشت هست.
کلان کوهنوردای اصطلاحی دارم به اسم ریزخاری. ریزخاری میکنم و دیگه نیازی نیستش که بعضی اوقات تو بعضی شرایط نیازی نیست برای نهار یا حتی صبحونه جایی وایستن، چون ممکنه جای مناسبی پیدا نکنن یا اونجا خیلی خطرناک باشه برای ایستادن. ریزخاری هم خوبه که کلا مغزها رو شما میتونین استفاده کنین، میوه خشک و این چیزا همیشه همراهتون باشن. خب بچه ها، ما تو راه از چند تا روستا گذشتیم، از چند تا چشمه، چند تا آبشار گذشتیم و الان هم که میبینین دست چپمون پر از اقیانوس ابره. نگاه کنین چقدر ابر همشون موندن زیر پامون و منظره به شدت عالی. بعد مه چطوری بچه ها؟ من رفتم تا خود مه، همه دورو برم مه. حالا شاید شما توجه نشد اینجا را که ببینی هم سفر رو داخل مه. خب بچه ها، من نمیخوام ویدیو بیش از اندازه طولانی بشه که وسعتون سر بره. توی ویدیوهای دیگه براتون بقیه یه سفر رو میذارم، امیدوارم که دوستش داشته باشین و لطفا کانال رو سابسکرایب کنین، لایک و کامنت هم یادتون نره. مرسی.